به نام برنامه ریز قدرتمند جهان هستی، درود بیکران بر شما دوستان و همراهان همیشگی ما. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد، سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید. بنده ابوذر حسن‌وند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی، و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه فرصت دارم که در خدمت شما نازنینان باشم. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی از A تا Z، سوالات تشریحی زبان انگلیسی پایه 12 درس اول. سوال دوم، بخش سوم این سری، جملات زیر را با نوشتن یک کلمه مناسب کامل کنید. 8 جمله رو براتون در نظر گرفتیم که در این جملات یه دونه کلمه به صورت جای خالی داده شده، حرف اول کلمه قید شده و شما باید بقیه کلمه رو بنویسید و در جای خالی قرار بدید. دوستان توجه کنید، بنده خودم به عنوان دبیر زبان انگلیسی یک سری تکالیف رو به دانش آموزان میگم، تکالیف مربوط به نوشتن. واقعا نوشتن باعث میشه که بهتر موارد به حافظمون در حافظمون حک بشه و به خاطر بسپریم. حالا این 8 جمله رو تجزیه و تحلیل میکنیم و نکات لازم و ضروری رو خدمتتون ارائه میدیم. Number 1. My son can recite the Holy Quran from memory. Memory. دوستان توجه کنید، My son. son به معنی پسر، recite حفظ کردن، از بر کردن، holy مقدس، Quran قرآن، from memory از حفظ، از بر. توجه کنید دوستان، حرف اول رو داریم که امه، 2 4 6 حرفه. خب کلمه شش حرفی با ام شروع میشه، به معنی جمله بخوره. پسرم میتواند حفظ کند یا بخواند، از بر کند قرآن مقدس را، from memory از حفظ، از خاطر، از یاد. memory یعنی خاطره، یاد. مری. متاسفانه خطت نمیشه خوب بشه تو این برنامه، یعنی خوب نمینویسه. مری، حالا براتون اسپل میکنیم، هجی میکنیم، M E M O R Y، مری، M E M O R Y، مری، حافظه، خاطره، یاد. بریم سراغ جمله دوم. Dr. Gharib, blank space, no pains to cure sick children. Dr. Gharib, دکتر غریب، جای خالی، no pains، هیچ دردی یا رنجی، to cure sick children، جهت درمان کردن یا معالجه کردن کودکان بیمار. دقیقا این جمله از کانورسیشن یا مکالمه خود متن کتاب برگزیده شده است، انتخاب کرده. و توجه کنید دوستان، در مبحث مربوط به collocations یا کلمات همنشین، همایندها و یا با همایی ها، ما داریم ترکیب spare no pains. اینجا چون جمله گذشته است، spared میشه، s P-A-R-E-D S-P-A-R-E-D دکتر غریب، spared no pains، از هیچ چیزی مضایقه نکرد، از هیچ چیزی دریغ نکرد، to cure sick
children برای درمان کودکان بیمار. خداوند بیامرزد دکتر غریب رو. مجموعه تلویزیونی دکتر غریب هم ساخته شده، میتونید جهت آشنا شدن بیشتر با این دکتر فرهیخته و برجسته هموطن اون سریال رو هم تماشا کنید. جمله سوم، My little sister be blank space into tears when she saw her score. خب میگه خواهر کوچکم، My little sister یعنی خواهر کوچک من، burst into tears زد زیر گریه، when she saw زمانی که او دید، her score نمره اش را، score به معنی نمره، saw فعل گذشته، فعل سادش سی میشه. باز هم اینجا کالوکیشنه، مبحث مربوط به کالوکیشن درس اول، burst into tears زیر گریه زدن، ترکیدن از گریه. بریم سراغ جمله چهارم، number 4 با رنگ زیبای آبی نشون میدیم، kindness boosts energy and strength in elderly people. مهربانی انرژی و قدرت را در افراد سالمند افزایش میدهد. حالا بنده از حفظ گفتم چون این سوال، این جمله از قسمت interesting facts، حقایق جالب مربوط به درس اول انتخاب شده. BOOSTS boosts چرا حال ساده استفاده میشه؟ چون حقایق علمی رو ما از زمان حال ساده برای بیان حقایق علمی استفاده میکنیم. دوستان توجه کنید، kindness رو داریم، kindness مهربانی محبت، energy رو داریم، energy strength قدرت، elderly people کهنسالان افراد سالمند سالخوردگان، boosts BOOST تقویت کردن افزایش دادن. جمله پنجم، جملات عالی و کاربردی، students show the blank space for the teacher by not talking. دانش آموزان نشان دادند جای خالی خودشون رو، for the teacher برای معلم، by not talking با صحبت نکردنشان. respect با توجه به معنی و مفهوم جمله، RESPECT respect به معنی احترام، احترام گذاشتن، respect 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 به معنی احترام، احترام گذاشتن. اینجا نقشش اسمه. listening to the advice of older people improves our lives. باز هم یکی از جملات مربوط به interesting facts، حقایق جالب، انتخاب شده و بنده از حفظ جای خالی رو گفتم. دوستان و دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید، به نظر بنده اینقدر باید بر کتاب‌های درسی مسلط باشید که تمام جملات رو از حفظ بگید، یعنی قبل از اینکه اصلا جای خالی رو ببینید شما بتونید بگید که جای خالی چیه. خیلی بهتون کمک میکنه این روش، در حفظ و یادگیری ساختارها هم خیلی مفید میتونه باشه. students show the respect for the teacher by not talking. respect is a noun that we must use here in this blank space. RESPECT respect. number 6 listening to the advice of older people improves our lives. here we have the verb listening to. the preposition to is used with listen. listening to means in Persian گوش دادن به، advice
We have the blank space. We have the first word of the first letter of this word A, and the other one, the other part is advice. ADVICE. We have the spelling ADVICE. هجی کلمه رو هم خدمتتون اشاره کردیم. ADVICE. Older people. Older people, کهنسالان، سالخوردگان. Improves, بهبود میدهد. Our lives, زندگی های ما را. ما life رو داریم به معنی زندگی. وقتی که میخوایم جمع ببندیم F تبدیل به V میشه، ES میگیره. گوش دادن به نصیحت افراد سالمند زندگی های ما را بهبود میبخشد. بریم سراغ جمله هفتم. A homeland, a جای خالی. A collocation is two or more words that often go together. گفتیم خدمتتون که یک همایند یا یک همنشین دو یا تعداد بیشتری از واژگان است که اغلب با هم میآیند. Collocation. 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 Collocations. کلمات همنشین، همایندها یا با همایی ها. یکی از مباحثیه که در درس اول زبان انگلیسی پایه 12 بهش اشاره شده. Collocation ها رو بهتره که حفظ کنیم. 8. جمله هشتم و آخرین جمله. Rich people can help poor people by blank space what they need. Rich people یعنی ثروتمندان. Rich people یعنی ثروتمندان. Rich یعنی ثروت. People یعنی افراد. Can فعل کمکی can به معنی توانستن. Help به معنی کمک کردن. Poor people فقرا. Poor فقیر. People افراد. By از طریق donating. D-O-N-A-T-I-N-G. Donating عطا کردن، بخشیدن، هدیه کردن. What they need. آنچه که آنها نیاز دارند. پس ثروتمندان میتونن به فقرا کمک کنند با بخشیدن آنچه که آنها نیاز دارند. Donating. چرا ing گرفته donating؟ چون حرف اضافه by اومده. وقتی که حرف اضافه by قبل از فعل بیاد، اون فعل به صورت gerund. Gerund یعنی فعل به علاوه ing. فعل به علاوه ing میشه gerund. دوستان و دانش آموزان عزیز و ارجمند، به پایان این بخش رسیدیم. سوالات تشریحی و تجزیه و تحلیل کامل این سوالات. قطعا و یقینا بررسی این مجموعه میتونه خیلی به دانش آموزان کمک کنه. بهتون توصیه میکنم که حتما ویدیوهای این مجموعه و یا پلیلیست یا لیست و فهرست پخش رو حتما خودتون تماشا کنید و به دوستانتون هم حتما معرفی کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر که تا اینجای ویدیو رو دیدید، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم. ازتون درخواست میکنم که روی دکمه لایک بزنید و به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید. ممنونم که با ما و کانال ما همراه هستید. ما همتون رو خیلی دوست داریم. از خدا میخوام که همیشه ضربان قلبتون روی فرکانس خوشبختی و عشق و امید باشه. امیدوارم که همیشه بهترین لحظات زندگیتون رو تجربه کنید و زندگی باهاتون تا پایان روی خوش داشته باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند شما ابوذر حسنوند عموزاده.